صد شکر که پیغمبر رحمت داریم، صد شکر که پیغمبر رحمت داریم، همدست به دامان ولایت داریم. با ذکر شریف و مستجاب صلوات امید شفاعت و قیامت داریم. با سلام و صلوات بر پیامبر ختم مرتبت و اهل و بیت پاک و مطهرشان و سلام و درود ویژه تقدیم به شما فارسی زبانان محترم، به ویژه ملت شریف افغانستان، مردم ولایت مدار و مؤمن افغانستان در هر کجایی که هستید و بیننده برنامه خودتان برنامه روشنا هستید، انشالله همیشه صحتمند و سلامت باشید در این روز بسیار بسیار زیبا. عید سعید قدیر خم هست. ما از استودیوی تلویزیون جهانی هادی شبکه 6 تلویزیون جهانی هادی در خدمت شما عزیزان بزرگواران هستم. بله، بسیار تشکر خانم بیانیه عزیز. سلام بر قدیر و سلام بر سرنوشت رقم خورده تاریخ و سلام بر چشمه همیشه زلال. سلام بر قدیر و صاحب قدیر و وارث قدیر و سلام بر شما قدیریان، شما هموطنان عزیز، شما دوستداران و بیننده همیشگی روشنا. تقدیم شما عزیزان میکنیم ویژه برنامه امروز را. عید سعید قدیر خم بر همه شما عزیزان مبارک بار. عید امامت و ولایت بر شما دلدادگان تبریک و تهنیت. امیدوار هستم که در هر جایی که هستین جور و صدمن باشین و در این روزها و شبهای خوشی دلها و قلبهایتان مملو از خوشیها باشه و پر از شادیها باشه. خانم بیانی، به شما هم تبریک عرض میکنم. سلامت باشی، متشکرم از شما. ما هم خدمت شما و دوباره خدمت بینندگان عزیز محترم عید سعید قدیر خم و این روز بسیار بسیار زیبا و پربرکت را تبریک و تهنیت عرض میکنم. اما بینندگان عزیز و محترم، ما در ابتدای برنامه یک دو بیتی بسیار زیبا را تقدیم شما عزیزان کردم که در او اشاره به ذکر شریف صلوات شده. خوب است که بدانیم و قطعا شما ملت مؤمن این را میدانید که ذکر صلوات یکی از اذکار مستحب است که بسیار بسیار تاکید شده که ما مسلمانان سعی کنیم که روزها و شبها این ذکر را دائما بر زبان داشته باشیم و البته به صورت خانم زوری عزیز به صورت کامل این ذکر را بیان بکنیم. بین اینکه که اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله، و بسیار در این روز، در روز عید سعید قدیر تاکید شده در کنار اعمال دیگه ای که باید انجام بدیم و مستحب است که انجام بدیم، از جمله غسل بگیریم، از جمله ای که روزه بگیریم یا عدیه خاصی که وارد شده را بخوانیم، این ذکر هم بسیار زیاد تاکید شده که انجام بده. بسیار عالی. بله، ذکری است که بسیار اهمیت داره و در روایت ها هم بسیار عنوان شده. و من ایرم بگویم که خانم بیانی، هموطنان عزیز ما از خواهران و برادران با این ذکر حتما آشنا هستند و همیشه ذکر زبانهایشان هست. و ایره بگویم که از فواید و ارزش این ذکر بگویم که فواید دنیوی و اخروی داره برای ما و شما. یعنی چه قسم؟ یعنی گناهان ما آمرزیده میشه، حاجت های ما برآورده میشه، نفاق ها دور میشه، روزی زیاد میشه و شفاعت پیامبر خود ما را میتونیم دریافت کنیم. پس چقدر فواید داره برای ما، هم دنیوی و هم اخروی. حالا بله، اگر از این گپ ها بگذاریم خان بیانی، نکته مهمی که هست اینجاست که ذکر صلوات در منابع اهل سنت و شیعه هم تاکید شده. بله، و او هم تاکید شده من قسم که شما گفتین که باید به صورت کامل گفته شوم. و یک نتیجه گیری بسیار زیبا هم میشه از این گرفت. چه نتیجه؟ ببینید، وقتی ما ذکر صلوات را گفتیم در منابع اهل سنت و شیعه گفتن که کامل گفته شده. بله، بله. و همچنان در روز عید قدیر خم هم تاکید شده. بله، پس ما نتیجه میگیریم که در روز عید قدیر که حضرت علی علیه السلام از طرف خداوند و از طرف پیامبر به عنوان جانشینی انتخاب شده، این در حقیقت همان آل رسول هست. یعنی شامل علی هم آل رسول میشه، جزء آل و اهل البیت رسوله. دقیقاً. بله، بله. بله. اما خانم ضروری بزرگوار، امروز روز عید سعید قدیر خم است، یک روز بسیار بسیار زیبا، در روزی که امام علی علیه السلام به عنوان جانشین پیامبر انتخاب بله. شدند، یک شأن و شخصیت و مقام ویژه هم امام علی علیه السلام دارند، به اون معنا که در طول تاریخ هیچ کسی را
نمیتونیم پیدا بکنیم که بتونه شأن و شخصیت و مقام ایشان را رد بکنه و یا حتی یک کلمه بر ضد ایشان بتونه سخن بگوید. حتی شاید یک برهه تاریخی بوده که برخی از افراد متاسفانه به خاطر منافع مادی خودشان تلاش کردند که سب و دشنام به علی علیه السلام را به سر زبان ها بیندازن، ولی کاملا ناکام از این کار خودشان برآمدند. بله، و پس ببینین منابع گفتارها تحقیقات زیاد وجود دارد در حصه مقام حضرت علی علیه السلام. بله. حالا همه اونا را اگر ما گوشه بانیم، فقط همین ذکر صلوات و ارزش و جایگاه این ذکر و روایاتی که گفته شده خودش میتونه نشان دهنده مقام عظمت حضرت علی علیه السلام باشد. و این مقام حضرت علی علیه السلام هست که ما را میتونیم برای ما بگیم که بدون چون و چرا باید ما این مقام حضرت علی علیه السلام را قبول کنیم و به حال احترام بگذاریم. بله قطعا. اما خانم زهری عزیز، من اخیراً یک کتاب میخوندم، یک متن میخوندم از یک نویسنده عرب و مسیحی که مسلمان هم نبود، مسیحی است، با نام جورج جودا. بله. اینمی فرد در مورد کتاب شریف نهج البلاغه که مجموعی از سخنان امام علی علیه السلام است، میگه این کتابی است که بله از سطح کلام خالق پایین تر است، ولی قطعا از سطح کلام مخلوق بالاتر است. در این روز فردی انتخاب شد از طرف خداوند و ابلاغ شد از طرف پیامبر به عنوان ولی جانشین پیامبر، که کلامش یک کلامی است که بنا به اعتراف کسانی که اهل علم هستند ولو که مسلمان نباشند، بله بله، از سطح انسانی و بشری قطعا بالاتر است. دقیقاً. و این گونه است که خانم بیانی عزیز، معلوم میشه که ما در کنار روایاتی که داریم او روایات را میپذیریم و روز عید غدیر خم را جشن میگیریم. بله. و امیال که میگم جشن میگیریم، امیال عزیزان بیننده ما مطمئن هستم که یا مهمان دارن بله. یا به مهمانی رفتن، میبینید به منزل صادق که دیگه واجب میدانن حتما مهمان. دقیقاً. امیال خدا رو شکر الهی که همیشه دلها و قلبایشان شاد و خوش باشه. بله. هموطنان عزیز ما، و به هر حال کلچه میگیرن، چاکلیت میگیرن و اعمالی را که شما هم ذکر کردین گفتن. حالا شاید بسیار افراد روزه دارن که افطاری دادن از اونها چقدر ثواب دارن. بله بله. صله ارحام انجام میتن و به دید و بازدید میرن و تمام این مسائل ها را اجرا میکنن و ما افتخار میکنیم، افتخار میکنیم که در همچه یک روزی حضرت علی علیه السلام به دست پیامبر بزرگ اسلام به عنوان وصی و جانشین خودش معرفی شده و حکومت بله. اسلامی به دستان همچه یک شخصیت والا تقدیم شده. بله، ما شعرم میخواییم که تقدیم بله، عزیزان بیننده کنم. بله، حال روز خوشی هست و روز شادمانی و بیت شعری که تقدیم عزیزان بیننده میکنیم. مرا غدیر نبرکه که بیکران دریاست، مرا غدیر نبرکه که بیکران دریاست، علی نه فاتح خیبر که فاتح دلهاست، مرا غدیر نبرکه که خم جوشانیست، علی نه ساقی کوثر که کوثر عظماست، مرا غدیر حریم وصال محبوب است، علی نه همسر زهرا که کیمیای بلاست، مرا غدیر نه یک واژه در دل تاریخ که جان پناه همه راهروان راه خداست. بسیار بسیار زیبا خانم زهوری عزیز و محترم، بسیار شعر زیبا و دلکشی بود، تشکر از شما. اما خانم زهوری عزیز، کارشناس محترم برنامه که انشاءالله قرار است امروز در این ویژه برنامه در مورد خطبه پیامبر ما در روز غدیر صحبت کنند، در استودیو حاضر هستند، اگر اجازه بدین ایشون دعوت کنیم که تشریف بیارن. بسیار عالی. خب قبل از اینکه کارشناس محترم بیاید، خانم بیانی بیاید دعا کنیم برای بله حتما عزیزان بیننده ما. بسیار هم خوب. خب پس قبل از اینکه کارشناس برنامه بیاین، ما دعا میکنیم برای عزیزان بیننده و هر کسی که بیننده است و خصوص هموطنان عزیز ما. خدایا، ای خدایی که نعمت را بر ما تمام کردی و دین را تمام و کمال در اختیار ما نهادی، از تو آمرزش و بازگشت به رضوانت را
طلب داریم. و دوستی و اطاعت مولایمان علی علیه السلام را کمکمان کن تا دوست بداریم دوستان اهل بیت علیهم السلام را و دشمن بدانیم دشمنانشان را. الهی ما را در مسیر بندگی و اطاعت قرار ده تا از متمسکین واقعی به ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد یا ارحم الراحمین. الهی آمین. این عید سعید حیدر کرار است. این عید سعید حیدر کرار است. شادی و شعف و عرش حق بسیار است. ذکر صلوات بر محمد امروز خوشنودی آل اطرت و عطار است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام و عرض ادب مجدد خدمت شما بیننده های عزیز و محترم. شما همچنان بیننده ادامه ویژه برنامه روز عید سعید قدیر خم هستید و در این لحظه کارشناس محترم خانم سجادی بزرگوار در استودیو حضور دارند تا انشاءالله در مورد خطبه پیامبر در روز عید قدیر با ما و شما صحبت بکنند. سلام علیکم خانم سجادی عزیز بزرگوار، بسیار بسیار خوش آمدید. عید سعید قدیر خم را خدمت شما بزرگوار تبریک و تهنیت عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم به شما خانم بیانی عزیز و همه مردم سرزمین عزیزمان کشور افغانستان و دیگر مسلمانان جهان. عید الله اکبر، عید سعید قدیر خم، سال روز اتمام نعمت و هنگامه اعلان وصایت و امامت امیرالمؤمنین علی علیه السلام را بر همگان تبریک و تهنیت عرض میکنم. تشکر از شما. اما خانم سجادی عزیز و بزرگوار، انشالله قبل از اینکه در مورد خطبه ارزشمند پیامبر در روز عید سعید قدیر خم با ما و بینندگان عزیز از ما صحبت بکنید، اول از همه توضیح بدید که چه اتفاقی در او روز خاص افتاد و چگونه ثبت شده این اتفاق؟ بله، امروز روز عید سعید قدیر خم. همه ما میدانیم که امروز روز وصایت و امامت امیرالمؤمنین علیه السلام از جانب خدای باری هست که همگی ما این روز رو جشن می‌داریم. محفل‌های با شکوه و سرور و شادی بین همه ما برگزار هستش. عید سعید قدیر خم چه اتفاقی افتاد که انقدر عظیم هستش، انقدر اهمیت داره؟ ما بین تمام اعیاد گفته شده که عید برتر مسلمان عید الله اکبر. احسنت، عید الله اکبر هستش. ببینید، ما داستان قدیر خم اول تعریف میکنیم و بعداً میپردازیم که در قدیر خم خطبش چه عبارتهایی گفته شده و چه اتفاقهایی افتاده. بله، داستان قدیر خم از کجا شروع میشه؟ 10 سال از هجرت رسول گرامی اسلام به مدینه گذشته بود که ایشان اعلان میکنن که عازم سفر حج هستند. تعداد زیادی از مسلمانان مدینه و حتی اشخاص زیادی از شهرهای مختلف راهی سفر حج میشند و این سفر، سفر آخر حج پیامبر اکرم بود که به نامهای مختلفی یاد شده، حجت الوداع بله یکی از نامهاش هستش. خب هر اتفاقی که افتاده در این سفر حج که تمام میشه و از سفر حج دارن بر میگردن حاجی ها به سمت شهرهایشان، در یک جای قرار میگیرن حاجی ها و رسول گرامی اسلام که به نام قدیر خم. در اونجا یک راهی هستش که شهرهای مختلف از اونجا جدا میشن، یعنی هر کسی به شهر خودش میره. بله. راهی هستش که ما بین مدینه و عراق و مصر هستش.
و اینجا که قرار میگیرن رسول گرامی اسلام و دیگر حاجی ها، یک آیه نازل میشه. حضرت جبرئیل امین به پیامبر اکرم این آیه را میرسانن که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. این آیه آیه 67 سوره مائده هستش. خب معنی و مفهوم این آیه چیست؟ یه پیامبر خدا، اون چیزی که از سوی خدا مأمور شدی به ابلاغ، اون رو انجام بده که اگر انجامش ندی رسالتت رو ابلاغ نکرده. نکردی. و این آیه که نازل میشه، حضرت رسول اکرم در اون سرزمین، در اون وادی، همگی حاجیان رو چیکار میکنن؟ تو گرمای سوزان متوقف میکنن و نماز ظهر میخوانن و بعد از نماز ظهر یک خطبه میخوانند. یک خطبه میخوانند که فرازهای مختلفی درون اون خطبه هستش. که حالا ما میپردازیم این که پیشتر میپردازیم که چه موضوعات مهمی داخل اون خطبه هستش. بعد از اینکه خطبه رو میخوانند، در یکی از فرازها هست که میفرمایند که خداوند مولای من هست و من مولای تمامی مؤمنین هستم. هر کسی که من بر او ولایت دارم، علی علیه السلام هم بر او ولایت. ولایت. من کنت مولا فهازا علی مولا. احسنت. این عبارت داخل این خطبه هستش. هر کسی که علی را دوست دارد، خدایا دوستش بدار. و هر کسی را دشمن بدارد، دشمن او را دشمن بدار. و در ادامه حضرت رسول اکرم میفرمایند که هر کسی که در اینجا حضور داره، این خبر را که ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام باشه، به دیگران برسانند تا روز قیامت. من جریان قدیر خم، خب یک حادثه چند روزه هستش، ما جریان قدیر خم مختصر به خلاصه مطرح میکنیم در باره ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. و بعد از اینکه اتفاق رخ میده، حضرت جبرئیل امین میآیند و آیه سوم سوره مائده رو میرسانند که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز روزیه که دین شما کامل شد و نعمت بر شما تمام شد. و بعد از این پیامبر میفرمایند الولایت لعلیم بعدی، بعد از من ولایت با علی علیه السلام هست. و بعد از اینکه این خطبه تمام میشه و مردم میان و یک به یک با حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام بیعت میکنن و تبریک و تهنیت میگن. خب این ماجرای قدیر خم هم به صورت خلاصه گفتیم. حالا ما میخوایم بپردازیم که چرا باید واقعه قدیر خم رو ما شرحش بدیم، ما بین خودمان چرا تا روز قیامت ما باید حتما بپردازیم به امر مهم که خود به قدیر چه اتفاق افتاد. از سه زاویه مهم من اینجا صحبت میکنم. یک قسمت اول مربوط به این میشه که یک عده‌ای آمدن و گفتن که قدیر خم فقط یک عبارت هست، فقط همو عبارتی است که میگه من کنت مولا فازا علی مولا، در حالی که من همی عالم که قصهش کردم. آیا فقط قدیر خم همین اتفاق بود؟ نه خیر، قطعا این گونه نیست. بسیار شرح و بحث داشت. چند روز بود، حاجیات چه قسم بودن در اونجا. پس یکی از علتاش ای که ما باید بپردازیم به ای که واقع قدیر خم چگونه بود، چطور اتفاق افتاد، یک عده آمدن غلط اندازی کردن و گفتن که این واقع قدیر خم فقط همین عبارت من کنت مولا فهازا علی و مولا هستش. خب این مولا هم یعنی دوست. پس ما اگر که خطبه قدیر نگاه کنیم، میبینیم که خطبه از ابتدایش چه برنامه هایی بوده و از کجا به کجا میرسه. وقتی تمام خطبه رو با هم به صورت مجموعه نگاه میکنیم، میبینیم که بله، این شواهد و قرائن نشون میده که مولا و سرور بعد از پیامبر خاتم بر مؤمنین حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام است. پس یک ضرورت
جواب مغالطه کاران هستش. دوم دلیلی که ضرورت پیدا میکنه ما بپردازیم به شرح خطبه قدیر، ببینید خطبه قدیر 110 فراز داره. بله. و به صورت اگه نگاه کنیم که به چه موضوعاتی تقسیم بندی میشه، به 10 فصل و زیر موضوع تقسیم میشه که بحث توحید هست، نبوت هست، تولا هست، تبری هست، حلال و حرام هست و بسیاری از فرازهای پرمعنا و والای دیگه هستش که ما به عنوان یک مجموعه از معارف اسلامی میتوانیم یاد بگیریم. بله. خب چه بهتر که ما خطبه قدیر رو نگاه کنیم و ببینیم که چه چیزهایی بر ما ضرورت میابه که ما بدانیم و حضرت رسول اکرم در او خطبه بیان کرد. یعنی بالاخره با توجه به شرح واقعی که شما کردین، قطعا پیامبر یک نکات بسیار ضروری را بیان کرده بود و کل مطالب و کل فرازهای خطبه میشه گفت جزو ضروری ترین مسائلی هستن که یک مسلمان باید اطلاع داشته باشه. بله احسنت. این که چه بهتری که در روز قدیر خوم، خطبه قدیر خوم، حال ما بیشتر در قدیر شاید بپردازیم به این مباحث، در حالی که ما در کل سال می توانیم نسبت به امر ولایت و این نعمتی که خدا به ما داده تفکر کنیم و در واقع در این راه قدم برداریم. ولی باز امروز یک روز خاص و ویژه است، یک فرصت خوب برای که اگر نپرداختیم در کل سال، امروز حتما بخوانیم خطبه قدیر را و سعی کنیم که آگاهی بیشتر پیدا کنیم. بله احسنت. این روز ارج بنهیم، این روز بزرگداشت کنیم، تجلیل میکنیم، تجلیل بله. کنیم، همگی بفهمند که این روز چرا تجلیل میشه. همین که هم یک کودک خردسالی، من دیروز در یک همی خدا رو شکر فضای مجازی هم استفاده خوب دارم ناخوب دارم، دیدم که یک عده در یک منطقه محروم تنها کاری که تانسته برای عید قدیر بکنه چی کرده؟ یک کاغذکای همی کاغذ ها را نقاشی قدیر خوم کشیده که حضرت رسول اکرم دست امیرالمؤمنین بالا کردن و حاجی ها دور برشان است، برشان قلم های رنگی ماندن که شما رنگ کنید. خب ببینید همه یک فکر تداعی میکنه برای طفل که خب امروز این چیست؟ این قصه چیست؟ یا میبینیم که دستگیری از دست مستمندان، ضعفا، فقرا، اطعام در این روز، بعد میبینن که خب چرا این روز قدر اهمیت داره؟ به خاطر ای که این روز روز وصایت امیرالمؤمنین هستش، روز امامت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام هست. پس ما دو تا از ضرورت ها رو بیان کردیم. یک ضرورت سومی که ما باید بپردازیم شرح بدیم خطبه قدیره، یکی در قسمتی از فراز میفرمان که فلیبلغ الحاضر الغائب الی یوم القیامه. پس کسایی که این ماجرا را درک کردند، پس کسایی که این ماجرا را فهمیدند، باید تا روز قیامت ای را ما بین دیگران توضیح بدن. بله. اعلان کنند. اگر که من پدر هستم، اگر من مادر هستم، فرزندم، طفلم درباره روز باید بدانه. اگر من مربی و معلم هستم، نه تنهایی که رسانه های تلویزیونی فقط بیاین نمایش بگذارن که امروز روز عید است، امروز روز جشن است، وظیفه همگی هستش. یعنی وظیفه است بر تک تک مسلمانان، این وظیفه تبلیغی برگردانمون است، چه مبلغ باشیم چه نباشیم، چه درس دین خوانده باشیم چه نخوانده باشیم، باید که دیگران را، کسایی که ممکنن آگاه باشن نسبت به این روز، ما باید آگاه باشن. بله احسنت. این وظیفه و تکلیف بر همه ما هستش، هم تو که در فراز اومده که این ابلاغ کنید، برسانید این ماجرا رو تا روز قیامت. وقتی تا روز قیامت میگه، باز معنیش است که نه تنها افرادی که در او جلسه حاضر بودن در 1400 سال پیش، بلکه حتی ما میتونیم بله. که مخاطب ای امر باشیم. بله ما نبودیم در او زمان، اما کشف کردیم. بله اما فهمیدیم که چرا ما روایت آمده که خب بعضا فرمودن که 12,000 نفر حاجی بوده، بعضا گفتن 120,000 نفر بوده. حال ما اگه کم یا زیاد این روایت ها رو در نظر بگیریم، هم کمیش هم که ما در نظر بگیریم 120,000 نفر در اون گرمای سوزان، پیامبر خدا برای چه همه رو استاد میکنه؟ پس این نکته بسیار مهم است که باید دقت بکنیم. اما اگر اجازه بدن یک میان برنامه ببینیم، باز در خدمت شما خواهیم بود. بینندگان عزیز و محترم، یک میان برنامه کوتاه رو میبینیم و بسیار زود برمیگردیم.
ما امتداد جاده سبز قدیریم، ما امتداد جاده سبز قدیریم، نسل حضور ساده سبز قدیریم. ایمان ما آبی، نگاه دین ما سبز، آینه سجاده سبز قدیریم. باور کنید آبادتر از ما نبینند، باور کنید آبادتر از ما نبینند، وقتی خراب باده سبز قدیریم. یک آسمان مهری مشب را می شناسیم، بر خاک غم افتاده سبز قدیریم. آلالیم و در یقین شیعه خود سرخیم تا آزاده سبز قدیریم. پایان این چشم انتظاری سبز سبز است، پایان این چشم انتظاری سبز سبز است، تا رهسپار جاده سبز قدیریم. ما آتش جامانده بعد از کاروانیم، ما آتش جامانده بعد از کاروانیم، اما به پای ایستاده سبز قدیریم، اما به پای ایستاده سبز قدیریم. خب بینندگان عزیز و محترم، همچنان با ادامه ویژه برنامه دستید قدیر خم در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. باز هم این روز بسیار زیبا را خدمت شما مردم شریف و مؤمن و معتقد و ولایت مدار افغانستان در هر کجا که هستید، خصوصا به شما فارسی زبانان محترم تبریک و تهنیه درس میکنم. در همچنان در خدمت کارشناس محترم هستیم، خانم سجادی عزیز بزرگوار. ما بحث در باب خطبه پیامبر در روز عید سعید قدیر است و شما فرمودید که بسیار مهم است که معارفی که در این روز از طریق خطبه به ما انتقال داده شده، هر کسی که دریافت کرد وظیفه‌اش است که به دیگه افراد هم انتقال بده. اما این معارف شامل چه مواردی میشه؟ بله، مجدد سلام عرض میکنیم، با نام یاد خدای باری شروع میکنیم. بله، ما گفتیم 110 فراز هستش که اگر دستبندی کنیم به لحاظ موضوعی به چند موضوع این فراز ها دستبندی میشه، به 10 سرفصل تقسیم میشه. من یک مجموعی که این فصل ها را نگاه میکردم دیدم که یک سبک زندگی را به من یاد میده. همین خطبه رسول اکرم خودش یک نمایشی از تحرک ما در زندگی، در برابر خدا، در برابر حوادث زندگی، در برابر رفتارهای ما، یک سبک بسیار آموزنده و وزینه هستش. ببینید، در ابتدای خطبه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شروع میکنن با یک مقدمه عارفانه که اول حمد و ثنای خدای تعالی را انجام میدن و از خداوند حمایت و توکلشون به خداست و در همه امورات از خداوند کمک و استعانت میگیرن. بعد از اینکه شروع میکنن حمد و ثنای خدا را، صحبت میکنن درباره که چرا نسب ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام به تأخیر افتاد. پس از او برمیگردن اینکه چرا امامت ضرورت پیدا میکنه، چرا بعد از ختم نبوت امامت ضرورت پیدا میکنه. فصل چهارم برمیگرده به فضایل امیرالمؤمنین علیه السلام، اینکه چه ویژگی ها و خصلت های ایشان داشتن که ایشان رو شایسته ولایت و خلافت میکنن. فصل پنجم اگر به لحاظ دستبندی موضوع نگاه کنیم، دعوت میکنن به بیعت، حج گزارا رو دعوت میکنن به بیعت با حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. و در فصول بعدی برکت های تشریع احکام الهی رو میگن و ویژگی های امام زمان، ویژگی های کسایی که قدیر باور دارن و کسایی که منکر ولایت هستن، ویژگی هایشون رو مطرح میکنن. تمام اهم موضوعاتی که در خطبه قدیر توسط رسول اکرم علیه السلام بیان شده هستش. خب ببینید، من یک مطلبی رو میگم، حتما باید، یعنی میگفتم حتی اگه وقت کوتاه بود باید بگم. بله بفرمایید. ببینید، درباره قدیر خم خیلی اومدن اینجا دست‌اندازی کردن، خیلی حرفای گفتن که این در اصل این حدیث خدشه وارد کنن و بگن که اصلا چنین حدیثی یا دروغه. بعضن گفتن، یا بعضن گفتن حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در حج نبودند.
یا هر کسی به نحو خودش، کسایی که مخالفین در واقع معاند بودن و قبول نمی کردن این امر رو به طرق مختلف آمدن ایراد وارد کردن. ما در بحث قدیر خود، ما این چیزی که خودم به دلم نشست، یه حدیثی که درباره عید قدیر خم وارد شده، بسیار از راویان کسایی روایت کردن که حتی با امام علی علیه السلام در جنگ بودن، درگیری هایی داشتن با حضرت امیرالمومنین علیه السلام. خب این کسی که با امام علی علیه السلام در جنگ و مبارزه بوده، خب طبعا باید این حدیث نگه، در حالی که این حدیث از جانب آنها هم نقل شده هستش. خب ما حالا برمیگردیم به اینکه چرا عید قدیر خم، چرا حدیث خطبه قدیر خم آنقدر اهمیت داره در ما بین روایات و آیاتی که درباره ولایت هستش. ما از چند موضوع میپردازیم به این مبحث. ببینید بعد از مبحث توحید و نبوت، بحث ولایت هستش که آنقدر اهمیت داره و اهمیت بالایی داره. روایت های زیاده هم داریم، حتی در روایت های اهل تسنن 300 آیه راجع به امیر مؤمنان علی علیه السلام آمده هستش. خب ببینید بحث قدیر خم نیستش که بگیم که فقط امروز ولایت امیرالمؤمنین توسط رسول اکرم مطرح شده باشه، بلکه در مواقع مختلف رسول گرامی اسلام حضرت امیرالمؤمنین رو به عنوان جانشین و وصی بعد خودشون معرفی کردن. روزی که خیشانشون رو دعوت میکنن و بسیار مواقع دیگه ایشان مطرح میکنن بحث ولایت امیرالمؤمنین. اما حدیث یا خطبه قدیر خم اهمیت بالا و امتیازات بالایی که دارد به چند قسم تقسیم بندی میشه. یک، به لحاظ مخاطب اگر نگاه کنیم حدیث قدیر خم، ما بین، حالا ما گفتیم اگه کمترین و یا بیشترین رو در نظر داشته باشیم 12,000 نفر یا 120,000 نفر باشه، به لحاظ مخاطب خیلی نفر ها بودن که حدیث شنیدن. یعنی مثلا وقتی که مثلا با او عشیره اقربین نگاه میکنه، وقتی که پیامبر فامیل خودشان در جلوی اینها علی علیه السلام را به عنوان جانشین انتخاب کرد، خود جمعیت بسیار کم و محدود و اندک بود، محدود به فامیل بود، اما در این خطبه جمعیت بسیار بسیار زیاد است، از شهرهای مختلف همطور که شما فرمودید از گروه های مختلف جمع شده بودند. روایتی که میشه از چند نفر، حالا گرچه ما او روایت هم هر کدوم صحت و سقمش بسته به که دلالتش بر چی بوده، سندش چه کسی راوی بوده، اونها صحت و سقمش فهمیده میشه، گرچه تعدادش کم یا اندازه حدیث قدیر نباشه. اما حدیث قدیر، حال ما امتیازاتش میخوایم بگیم نسبت به دیگر احادیث، این که به لحاظ کمیت جمعیت خیلی زیادی حدیث شنیدن. بله، امام باقر علیه السلام میفرماین که تو اگه ادعای داشته باشی 2 نفر شاهد بیاری میتونی ادعای خود ثابت کنی. اینجا حالا شما حداقل بگیرید 12,000 نفر فریاد زدن، اما یه کسایی اومدن مخالفت کردن و خواستن ردیه بری اتفاق بیارن، ولی اینجا 110 صحابی این حدیث و این روایت رو نقل کردن. اگر نگاه کنیم خب به لحاظ راوی چقدر روایت شده که تعداد خیلی زیادی از صحابه این روایت رو نقل کردن. طبق برخی از معیارها با این عدد از راویان حتی میشه گفت که کاملا به حد تواتر رسیده یک حدیثی است که متواتر است. بله بله، و این حدیث کاملا مورد قبول و ثقه و مورد اعتماد هستش. چی از طریق شیعه و چی از طریق سنی؟ بله احسن، چی از طریق اهل تسنن. ببینید یک وقت هست یک حدیث، یک نفر در ماجرای او حدیث وجود داشته، حضور داشته و او یک نفری حدیث را نقل میکنه، مانند یک داستانی، یک اتفاقی که بر پیامبر افتاد، مرغ بریانی برایشان هدیه آوردن، ایشان گفتن خدایا محبوب ترین و بهترین مخلوقت بر من بفرست که من با او تناول کنم. خادم ایشان انس بودند. وقتی این کلام رسول اکرم میشنوند، منتظر میشن که یک کسی از قبیله خودشان بیایند و با حضرت هم قضا شوند. در زده میشه و
و میبینن از لای در حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام هستش. انس بار اول حضرت امیر رو یک جوری رد میکنن، دوباره همچنان حضرت رسول دعا میکنن خدای محبوب ترین و بهترین خلقت بفرست بر من، من باوش قضا رو تناول کنم. دوباره حضرت امیر میاین و انس یک جواب میگن که مثلا حضرت رسول مثلا مشغولن یا هر چیزی. بار سوم دوباره حضرت امیر در میزنند و حضرت رسول میپرسن کیست؟ انس میگه که امیرالمؤمنین. میگه خب تو چرا دعوتشون نمی کنی؟ میگه خب من شنیدم که تو شما فرمودید که بهترین مخلوقات بیاید و من منتظر بودم از طایفه خودم بیاید. و حضرت رسول میفرمان که من گفتم بهترین مخلوقات بیاید، نه کسی، او کسی بیاد با ما هم غذا شود و او بهترین مخلوقات شود. و این حدیث یک نفر در این ماجرا حضور داشته و با اینکه یک نفر در این ماجرا حضور داره هنوز هم حدیث معتبر و محترم و قابل اعتماد است. بله. معذرت میخوام در حد 5 دقیقه بیشتر فرصت. شه خدا توفیق بده، مطالب زیاده، من به صورت خلاصه میفرمایم. خب پس یکیش به لحاظ مخاطب که کمیت تعداد راویایی که این حدیث گفتن 110 صحابی، یکی شما نگاه کنی به لحاظ کیفیت زنان و مردان و همه جور سن در واقع حضور داشتن و به لحاظ قبیله از تمام طوایف در این حدیث حضور داشتن. بالاخره از مراسم حج برمیگشتن. بله بله. و گروه های متعددی بود. بله. به لحاظ زمانی ببینید چه وقتی بوده، این وقتی بوده که حاجی ها از مکه می آمدن. خب اینا یه حالت انقطاع از خدا داشت، از مادیات داشتن. بله. از رذایل داشتن، به سمت خدا تقرب جستن. اینا نمی آن یه کاری بکنن که غیر خدایی باشه. یه حالت معنوی دارن و بیان یه حدیث در این حالتشون بسیار معتبرتر هستش. بله. به لحاظ محتوایی اگر نگاه کنیم میبینیم که حضرت رسول اکرم نیومدن که حاجی را یکی داخل گوش یکی بگه که آره من کنتو مولا فعلی مولا، به یکی دیگه بگه تو باز به او بگو. به لحاظ محتوایی حضرت رسول تمام تلاش خودشون کردن که به نحو احسن هیچ روی شبهه وارد نشوه. چی کار کردن؟ آمدن که گفتن بیستید، هر کسی که پیش رفته پس بره، هر کی که پس مانده برسه و همینجا توقف کنید. حال که توقف کردید یک فضای رو ایجاد کردند برای این اتفاق بزرگ. آمدن چیکار کردن؟ گفتن همه جور تمیز کنیم، میخوایم یک مراسم بگیریم. و نیومدن همینجا که ما بین جمعیت هستن صحبت کنند، آمدن یک منبری درست کردن، جهاز شتران را قرار دادن و بالای او جهاز شتران باز هم ننشستن، ایستادن. بله. ایستادن، این نشان از چیه؟ نشان از اهمیت بالای یک اتفاق میرسونن. و قبل از این که شروع کنن به صحبت یه فضاسازی فکر میکنن، درباره توحید میگن، درباره نبوت میگن، درباره معاد میرن صحبت میکنن و بعد میفرماین که ما در حال رفتن هستم دیگه، عمری از من نمانده. و از مردم اقرار میگنن، مردم صدای من رو میشنوید؟ مردم میگن که بله ما صدای تو رو میشنویم، که فردا روز نگه که من نشنیدم. فردا روز نگه که مثلا فلان شخص به من گفت شاید از مریدای امیرالمؤمنین بوده، یا نگه که منظورش علی ابن ابی طالب. یعنی میخواست که همه مستقیما از زبان نازنین خود پیامبر بشن. بله احسنت. و این فضا سازی که میکنن از لحاظ فیزیکی، از لحاظ فکری، آمادگی فکری میدن. اولش قبلش میگیم دیگه، درباره توحید میگن، ما فرازهای خطبه رو گفتیم که درباره چه موضوعاتی صحبت شد، صحبت میکنن درباره توحید، نبوت، معاد و بعد میگه من رفتنی هستم و حالا بعد از من چه کسی راه ادامه میده. از مردم اقرار میگن صدای من میشنوین؟ مردم میگن بله. به صورت سوال و جواب از مردم سوال میکنن که اینا کاملا توی ذهنشان بمانه. یا ایها الناس من اولا الناس بالناس، ای مردم چه کسی تصرفش توی انسانها مقدم است بر خودش؟ یعنی اگر که من هر کاری بخوام بکنم میکنم، اما اگر خدا و رسول به من یک دستور بده، من اونجا تصرف خدا و رسول بر من مقدم است. امر خدا مقدم است بر خواسته دل خود از من. احسنت. و مردم گفتن ما نمیدونیم،
و حضرت رسول اکرم می فرمایند که الله مولای و انا مولا المؤمنین، خدا مولای ما هست و من هم مولای مؤمنین هستم. بعد از یه عبارت می فرمایند که من کنت مولا فعلیان مولا. خب ای چیدن ای سناریو، چیدن ای اتفاقات، همهشان خبر از یک واقعه مهمی، خبر مهمی، ابلاغ مهمی هستش. خب پس ما اگه به صورت جنبندی امتیازات این حدیثه بخوایم بگوییم، یکی به لحاظ مخاطبینش گفتیم که از لحاظ جنس افراد، تعداد افراد، کسایی که روایت کردن این حدیث رو افضل هستش. به لحاظ زمانی، زمانی بوده که بعد از حج بوده و همه به حالت معنوی خلقی وارسته بودند. به لحاظ مکانی یک جای بیابانی بوده، یک جای بوده که نه آبشاری بوده، نه کوهی بوده، نه دشتی، نه علفی که همگی ذهنشون مصروف او اتفاق شده باشه، یک راه مواصلاتی بوده بین چند شهر. پس لذا همه قرائن و شواهد نشان دهنده اهمیت ویژه سخن است که پیامبر میخواست انتقال بده، و او سخن چیزی نبود جز اعلام ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. بسیار بسیار تشکر از شما کارشناس محترم خانم سجادی عزیز، بسیار استفاده کردیم. باز هم این روز بسیار عزیز را خدمت شما بزرگوار تبریک و تهنیت عرض میکنم، و شما بیننده های عزیز این روز را خدمت تک تک شما مردم شریف و ولایت مدار تبریک و تهنیت عرض میکنم. به همراه کارشناس محترم خانم سجادی بزرگوار از حضور شما مرخص میشیم. روز بسیار بسیار خوبی داشته باشید، در پناه خدا باشید. صلوات الله سلام الله.